ببینید عزیزان، بارها ما تو سخنرانی ها عرض کردیم، ما که سهلیم، بزرگان گفتن ارزش کار برای امام زمان رو قیاس نکنید با هیچ کار دیگه رو کنید، اصلا قابل قیاس نیست، اصلا یه دوتا داستان متفاوت، اصلا جنسش تفاوت داره. بقیه کارا هر کاری داره میکنی واسه خودت داری میکنی، اصلا انتظار و منتظر بودن عمله. تو احادیث شما برید نگاه بکنید، گفتن جهاده، گفتن عمله، نگفتن یک حالته. یه عده کار تو عرصه مهدویت با جنگولک بازی و عدو اطوار و کمدی اجرا کردن اشتباه گرفتن. یه سری شاخصه ها داره این کار، یه سری فاکتورها داره، یه سری سرفصل ها داره، یه سری مقتضیات داره، یعنی هر جوری که نمیتونی کار بکنی که. اینا که میفهمن قالو معصومین، فرمودن بزرگان ما، معصومین ما، انتظار الفرج عباده، افضل العباده. بگید انتظار الفرج. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جز برای عبودیت نیافریدن، افضل عبودیت میشه انتظار فرج. وقتی میگه افضل یعنی بقیه بیان پایین، همه بیان پایین، هیچ کی بالاتر نیست، همه بیان پایین. اما منتظریم، بشین یه گوشه همین قصه سلسیه نباشه، بشه درد میخوری تو، بشین یه گوشه صبح تا شب نماز بخور، بزنه به کمره. نماز هم باید خوند، اما همه چی نماز خوندن نیست، میشه واسه امام زمان بشه صبح تا شب بشه ولزالینتو بکش. ببین تو دنیا اسلام چه خبره، ببین چجوری مسلمان ها رو خرمال کردن. افضل اعمال امتی آقا رسول الله، انتظار الفرج من الله عز و جل. آقا رسول الله هم میفهمن افضل عبادت امتی انتظار فرج، افضل جهاد امتی انتظار فرج. جهاده، شمشیر به دست گرفتنه، منتها خونی ریخته نمیشه، دیده نمیشه. جنس گلاش فوشه، جنس گلاش تهمته. المنتظر لامرنا، کسی که منتظر برای امر ما، کل متشحط به دمهی فی سبیل الله، مانند کسیه که رگشو زدن تو خون داره شنا میکنه، غلط میزنه تو خون، غلط میزنه، متشحط به دمه فی سبیل الله، نه تو راه دیگه، در راه خون. یعنی بهترین خوشگلترین نوع شهادت دست بزنه تو خونه، همون شهادتی که آقا عبدالله رسید، همون شهادتی که عباس ابن علی بهش رسیده، همون شهادتی که 200 هزار تا شهید ما بهش رسیدن. اینجا من نمیخوام بگم آی بودایی پاشو بیا مسلمون شو، آی بودایی تو رو جان مادرت پاشو بیا برای مهدی کار کن فلان، اصلا صحبت من این نیستش. من صحبتم برای گلگی جای خودیه، صحبتم در مورد من و خود شماست. ماها کارو خراب کردیم، هر بی نمازی توی دنیا دارید میبینید از بد نمازی نماز خوناست. اینقدر بد نماز خوندن گفتن نماز خوندن اینه، نماز خوند و گناه کرد، نماز خوند و دزدی کرد، نماز خوند و به حقوق مردم تجاوز کرد، نماز خوندن اینه، ما 100 سال نماز نخونیم. دین باید ضمانت اجرایی داشته باشه، تا اگه تونستی اینو اجراش کنی در عمل بیاری، بگن که منتظر چه شکلی آقا، میشه ما نشونش بدی؟ ظهور یعنی پایان تمام بدی ها، یعنی گردن زده شدن ابلیس با تمام اعوان و انصارش. حضرت سلیمان به زنجیر کشید، آقا صاحب زمان گردن خواهد زد، قلع و غم خواهد کرد، کشتاری اگر هست از ایناست. فلذا نبردی بسیار اساسی ابلیس دارد با کسانی که میخواهند چه کنند؟ مرگ او را نزدیک کنند. یعنی کیا؟ منتظریم، کسی که میخوان فرج رو نزدیک کنن، به تعجیل الفرج دارن فکر میکنن و براش کار میکنن. برنامه داره واسه تون. اگر تو فکر کردی من دیگه نماز میخونم، دعا ندبه میخونم، صبح دعای عهدم میخونم، دیگه اینا بچه خوبی هم، گوگوری مگوری، اینا که چیزی نیستش که. نماد یک کسی که نیروی انسانی که برای امام زمان داره کار میکنه، عزیز دل من، نماد عبودیت باشه. فکر کرد چون من دیگه برای امام زمان با بچه های خودمون تو دفتر دعوا داشتم میکردم، میبودم فکر کرد اینجا برای امام زمان دارید کار میکنید، یا نمازتون شلشل بخونید، نمازتون نباید سر وقت بشه،
چی فکر کردید شما؟ هر چه به امام زمان نزدیکتر میشه طرف باید نمازش قشنگتر بشه، باید سجده هاش طولانی تر بشه. میگه نه من سجده طولانی برام کار کنم. چی گفته؟ بله یه موقع است یه ملت منتظر منن ولا این آره دیگه. بله یه موقع است نه من نشستم میخوام دریوری تلویزیون رو نگاه کنم، شروره فلان آهنگ رو گوش کنم. کثرت سجود نشانه یاران امام زمانه. رکعن سجدا دائم تو رکوع دائم تو سجود بودن ویژگی ایناست. یاران امام زمان نشانه بر صورت دارن، سیمایشان نشانه داره، اثر سجده دارن. الزام اثر سجده این نیست که پیشونیت بینه ببنده، نه، نور سجده تو چهره طرفه. تو سر میشه چهرهشو نگاه کن، کیف کنی. کسایی که کار مهدوی میکنن باید نماد صداقت باشن، نه که بیشترین پدر سوختگی و نمیدونم شیشه خوردگی و اینجور چیزا رو. نه اینجا ما چون داریم برای امام زمان کار میکنم، هدف وسیله رو توجیه میکنم. کی گفته اصلا هدف وسیله رو توجیه نمیکنه تو مذهب ما؟ ما صهیونیستیم. ما اجازه نداریم با گناه جلو گناهو بگیریم. اونم درد دارم تو رفتارهای انسانهایی که ادعای کار مهدوی میکنن، چقدر رفتارهای زننده میان به ما میگن. سه تا دانشجو رو معرفی کردم برم پیش استاد اخلاقی. رفتم پیشش، اومدن میبینم تا بالای نظامو دارن فوش میدن. میگن چی شده و فلان. بابا من مطمئنم این آدم شریفیه. خودم پیشش میرم چی شده؟ سه تا نوچه دورو برش. چون اینا یه خورده تیپشون کج و کله بوده، یه جوری با اینا میگه یه جوری با ما برخورد کردن که انگار احساس کنم یه تیکه نجاستیم. مسلمانید شماها؟ به والله قسم هر سه تا اینا اون تو آخر هر کی گناه بکنه گرده توی بی شعوره. اون استاد کارش درست بود، اگه میرفتن نفس حقو میخورد میگرفت دست اینو. یه برخورد انگار لب و لوچاشو با آرماتور بستن. فکر میکنه مثلا مسلمان، نه این مسلمان نیه، یه چی دیگه است. نمیتونم بگم. پیامبر لبخند از لبش نمیافتاد. لبخند از لبش نمیافتاد. قرآن فرمود دارید سراغ این حیوان جونور فرعون دارید میرید؟ فقولا له قولا لینا، با دشمن من که کودکان را ذبح کرده مهربان صحبت کنید، لین صحبت کنید، قولا لینا. اینجا با بچه امام زمان، شیعه امام زمان یه جوری برخورد میشه که طرف میره صد سال دیگه اینقدر جوان سراغ من اومدم گفت من نماز نمیخونم برای چی؟ گفت رفتیم یه بار مسجد اینجوری کردم. خب این غلط میکنه ها، این دلیل نمیشه نفر با تو بد برخورد کرد. این سوسوله، این لوسه. اونم میگم در مورد سوسول بازی و لوس بازی عرصه مهدویت بعضی ادعاشو میشه، اونو خواهم گفت. اما تو بهانه دست این نده، تو کارتو درست کن. کسی که توی این عرصه داره کار میکنه باید نیروی انسانی که توی این عرصه مهدی یاوره، مهدی باوره، باید فرار بکنه، دور بشه از غرور. چهار تا استاد استاد بهت گفتن، چهار تا دکتر دکتر بهت گفتن، چهار تا سردار بهت گفتن، حاج آقا گفتن، ایکس گفتن، ایگری گفتن، کجای کاری؟ فکر کردی کی شدی؟ دو تا در ماشین برات باز کردن، دو بار دنبالت اومدن بردن، سه بار کیفتو باید برداشتن بردن، فکر کردی کی؟ چهار بار دورت جمع شدن؟ هیچی نیستی. اینایی که با رفتارشون عده برمیگردن. خدا به دادتون برسه. خدا به دادتون برسه. خدا به دادتون برسه. الگوهای ما رو بهائی‌ها دارن استفاده میکنن. شبکه سازی مال ما بهائی‌ها شبکه سازی میکنن. اهل بیت ما فرمودن مهربان باشید. بهائی‌ها عزیز دارم من، بهائی شیعه شده اومده دفترمون، بهائی شیعه شده. من چی میگه؟ دو تا نکته میگم خیلی جالب. یکی که قبلا میگفتش که به ما گفتن ولو بیزارید از این شیعه ها، اون مسلمان ها ادا مهربونا رو در میارید، بهترین وسیله جذب. میبینی ماشینش، گوش کن گوش کن، میبینی ماشینش خراب شده، شیعه های دیگه براش حل نمیدن، باشت حل بده براش. میخوای بری نون بخری، دوتا نون بربری اضافه بخر بده به همسایه. جز لبخند و حالتون چطوره، خوبید، احوال پرسی از اینا نمید. نکته دومش، برنامه به ما دادن تو همین چند سال سرلخ کنیم. اینه جدیدن به ما رسیم، سرلخ کنیم تو خیابون. که به ما گفتن روسری تو بنداز، قبلا میگفتن تو ماشین روسری تو بنداز. به این بهایی ها، برخی دیگر از اقلیت ها، حالا اسم میبرن بهایی ها رو میشه اسپورت.
تن رو سری تو بنداز تو خیال کنتور نمیشه، نمیشه آرم باهایی کنتور نمیشه که بگیم مثلا مسلمونی داره میره. بعد گفتن اخیرا به ما گفتن تو خیابون، تو خیابون رو سری تو بنداز راه برو، تا بهت گیر ندادن نظر رو کلن. اینجوریه، اون برنامه ریزی داره عزیز دل من. یه ریزه آدمن ها، یعنی جمعیتشون جوکه، اما چون حواسشون هست بالایی چی میگه برن سریع اجرا کنن برنامه ریزیشون. آقا امیرالمومنین گریه میکرد رو منبر، گریه میکرد، خدا مرگتان ده ها جرعه جرعه زهر را در کامم میخید. میگه که اینها در باطل خودشان متفقن و شما در حق خودتان متفرق.